حکیم فوزایلوف بعد از بازی آخرین گروه جام کنفدراسیای فوتبال آسیا که دسته استقلال دوشنبه از گروه برآمده نتوانست از مقام سرمربیگی کنار رفت. حکیم فوزایلوف سابق فوتبالبازی دسته آوازدار پامیر دوشنبه و متخصص 55 ساله تاجیک از مقام سرمربی باشگاه استقلال استعفا داد. در این باره سامانه رسمی این تیم فوتبال پایتخت و فدراسیای فوتبال تاجیکستان رسمان اطلاع داد. طوری گفته می شود این متخصص 55 ساله تاجیک با خواهش خود از مقامش کنار رفت و روبرات باشگاه مذکور نیست و خلاصه آمد که دیگر همکاری را با او ادامه ندهد. این هم در حالی است که دسته استقلال زیر روبری او در این موسم به مرحله پلی آف جام کنفدراسیای فوتبال آسیا راحت پیدا کرده نتوانست. بعد از رقابت تقدیرسازی گروه که استقلال در میدان خود با دسته التی‌نصر ترکمنستان بازیاش را مساوی کرد و رقیب به دور نوبتی برآمد. هم‌اکنون استقلال یکی از وظیفه‌های اساسی موسم را که هنرنمایی نتیجه بخش نمودن در جام کنفدراسیای فوتبال آسیا بود اجرا کرده نتوانست و فوزایلوف با درک این مسئله دسته را ترک نمود. حکیم فوزایلوف 3 دکبر سال 2018 در کرسی سرمربی استقلال نشست. فوزایلوف تا آمدن به استقلال از سال 2016 تا 2018 وظیفه سرمربی تیم ملی کشور را به عهده داشت. منتخب تاجیکستان بعد از آنی که به دور نهایی چمپیونات آسیا برآمده نتوانست از مقامش استعفا داده بود. طوری گفته می شود رسالت فوزایلوف را در تیم استقلال تا انجام موسم یاردمچیش علیشر توختایف ادامه می دهد.